تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه با تفسیر چند دقیقه ای، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره ای آشنا میشیم. به جزء 9 سوره اعراف و آیه 380 رسیدیم. با هم بشنویم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نیکوترین نامها برای خداست، خداوند را با همون نامها بخوانید. کسانی که در اسمهای خدا به کجی و مجادله میدارن، به جنگ و ستیده میپردازند، صفات خدا را بر غیر او مینهند، اینها را رها کنید. اونها به زودی به کیفر آنچه انجام میدن خواهند رسید. ولله الاسماء الحسنا، این کلمه ولله چند بار تو قرآن تکرار شده؟ 3-4 بار تو قرآن تکرار شد. بعدم میگه ولله الاسماء الحسنا، یعنی مخصوص خداست اسمای حسنا. اسمای حسنا در روایاتی که هم سنی نقل کرده، در صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی و در روایات من آمده، اسمای حسنا رو گفتن 99 تا. البته در قرآن 345 تا اسم اومده، ولی که در روایات میگه اسمای حسنا 99 تاست، چون بعضی از صفات ها ممکنه قابل ادغام باشه. در دعای جوشن کبیر 100 بنده، هر بندی 10 تا اسم داره، یعنی خدا 1000 تا اسم داره. اسمای خدا رو باید هر جوری خدا گفته انجام بدیم، از خودمون چیزی قرار ندیم. مثلا اسم صادق تو قرآن نیست، اما تو قرآن میگه و من اصدق من الله قیلا، کی از خدا راستگوتر؟ پس خدا صادقه. اما ما خودمون نمیتونیم از کنم با حضور جناب عالی که از خودمون اسم درست کنیم برای خدا. حالا این 99 تا اسم در تفسیر اومده که بنده اینجا آوردم، الله الواحد الاحد الصمد الاول الاخر السمیع البصیر القدیر القادر العلی الاعلا الباقی البدیع البار الاکرم الظاهر الباطن الحی الحکیم تا آخر. این 99 اسم در روایات داریم که عرض کنم بازور شما که نحن والله الاسماء الحسنا، امامان ما در چندین روایت فرموده که اسماء الحسنا یعنی ما اهل بیت هستیم، اولیاء خدا اسماء الحسنا هستند. فلله الاسماء الحسنا، یعنی برای خدا اولیاء است. که در اسماء الحسنا 3 تا معنا اومده، یکی صفات الهی، یکی نامهای الهی، که اولیاء الهی. این اسماء الحسنا به 3 تا تعبیر شده، نامهای خدا مثل الله الواحد الاحد الفرد الصمد، اینا نامهای خداست، یا صفات الهی. اینم که میگن اسم اعظم است و اسم اعظم داریم، و اسم اعظم چیه؟ بعضی فکر کردن اسم اعظم یکی از نامهای خداست که ما نمیدونیم، ولی شاید معنی اسم اعظم ای باشه که اون چیزی که اسم اعظم داره یعنی خودشو به صفات خداوند، یعنی خدا کریم است، اینم به صفت کرامت، خدا نمیدونم عزیز، اینم به صفت عزت. چیزی که اسم اعظم داره یا یه نامیه که ما از ما مجهوله، بعضی از اولیاء خدا دارن، یا اسم اعظم یعنی انسان بتونه به کمالاتی برسه که اون کمالات الهی باشه. حالا امام رضا فرمود ان الخالق لا یوسف الا بما وصف به نفسه. امام رضا فرمود هر لقبی رو خدا به خودش داده شما به اونو بدید. یه وقت مثلا به خدا نام مثلا بگید یا عفیف یا شجاع، در آیات و روایات و در دعاها مثلا به خدا نگفتیم یا شجاع و یا عفیف و. یعنی از پیش خودتون چیز خلق نکنید. هم خود خدا مقدس است، سبحانه، یعنی خدا منزه است، هم اسم خدا منزه است، سبح اسم ربک الاعلا، یعنی همینطور که ذات خدا مقدس است نمیشه چیز رو به خدا نسبت داد، به اسم خدا نمیشه چیز اضافه که اسماء الهی همون اسمایی است که خود خدا بر خودش گذاشته. شما رو سلیقه نمیتونید یه چیزی رو سبح اسم ربک، یعنی اسم خدا هم باید منزه باشه از سلیقه های شخصی، هم سبحانه هو، یعنی هم خود خدا منزه است،
هم نام خدا مقدس. مثلا شما دست بی وضو به اسم الله هم نباید بگذاری، این اسمم مقدسه. شهید مطهری میفرماد که اسمهای خدا جنبه علامت ندارن و بلکه اینا نمایندگر وصف و صفات الهی هستن. خب امام صادق علیه السلام در زیل این آیه فرمود غیر خدا را با اسمهای خدا نام ندهید. بعد فرمود به مناسبت این فرمود یلهدون فی اسمائه، یعنی یدعونها فی غیر موضعه. گاهی وقتا منافقین بودن مثلا میگفتن به نام خدا و به نام خلق خدا، خلق خدا را به نام خدا و به نام خلق خدا. خب این خلق خدا را نبود ولو خدا بودش، حساب هر کسی جداست. کسانی که غیر خدا رو بغل خدا میذارن اینها به سمت شرک گرایش میکنن و قرآن هم داریم و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشتکون، یعنی اکثر مؤمنون رگای شرک هم دارن، یعنی کنار خدا. ما خدا رو میگیم اول به خدا سپردم بعدش به تو سپردم، یعنی افراد رو بغل خدا میذاریم و این حساب خدا جداست. به هر حال ولله الاسماء الحسنا، برای خدا اسماء الهی است. امام رضا فرمود اسماء الهی ما هستیم، اگر مشکلی برای شما پیش اومد خدا رو به حق ما قسم بدید مشکلتون برطرف میشه. ولله الاسماء الحسنا، خداوند اسماء حسنا داره. اسماء حسنا هم صفات الهی است، هم اولیاء الهی است و هم صفات الهی، نامهای الهی، اولیاء الهی، به همه قابل تطبیقه. خب ولله الاسماء الحسنا پیداست که الله محوریت داره. اول میگیم ولله، بعد میگیم الاسماء الحسنا، یعنی الله محوره، من تا دور این الله اسماء الحسنا محور با الله بودنه. تمام خصال نیکو بره خداست، دیگران بره رسیدن به حسنا باید به سراغ او برون. دعوت و دعا باید به زیبایی ها و خوبی ها باشد. ولله الاسماء الحسنا، بعد میگه فدعوها ایفا، یعنی حالی که حسنا، حالی که زیبایی ها مال خداست، نیکویی ها مال خداست، پس بریم سراغ او. خب ایمان به اینکه خداوند همه کمالاتو داره و از همه ایبا دوره، پس آدمو میگه پس بریم از او برسیم. فلله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا مال خداست، خدا از همه ایبا دوره، فدعوها، پس بریم از او بخوام، پس از او بخوام. یعنی همه اول این مقدمه دعاست. از چی بخوام؟ از کسی بخوام که همه کمالات داره. اول میگه برای خدا همه کمالاته، بعد میگه فا فد اوها، نتیجه این که همه کمالات مال اونه، پس از او بخوام. این مقدمه دعاست. در آیه قبل بحث غافل بود که بعضی ها هم الغافلون، از اولای که کل انعام بل هم اول، بعضی مثل چارپا هستن، از چارپا گمراه ترن. اولای که هم الغافلون، اینا غافلن از خدا، از قیامت، از مکتب، از استعدادا، از گرسنه‌ان، از توطئه‌های شیطان، اینا غافلن. بعد یه حال چه کنیم که غافل نباشیم؟ میگه یاد خدا باش. یعنی دوای غفلت ذکره. آیه قبل فرمود بعضی غافلن که غافل از شاپا بدتره، وقت دوای اون غفلت ذکره، میگه یاد خدا کن. فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها. چجوری یاد خدا کنیم؟ خدا رو وابتغوا الیه الوسیله، اسماء الهی رو وسیله قرار بده. حدیث داره میگه 10 مرتبه گفتی یا رب یا رب یا رب یا رب، خدا میگه لبک، چی میخوای بد میدم. خب نسبت ملحدین و منحرفین اصلا من نشو بده، میگه و ذرو ذرو، یعنی بایکوت کن، اونهایی که کجن اینها رو رهاشو کن. از این هم میگه که راه حق فطریست، انحراف برخلاف مثل فطرت است. بعد میگه یاد خدا کن. بعد میگه کسانی که یلهدون کج میرن، چون کلمه الهاد یعنی انحراف، میگه فلله الاسماء الحسنا. بعد میگه کسانی که یلهدون، یلهدون الهاد یعنی کج رفتن، کج رفتن یعنی راه حق. بله وذروا الذین یلهدون فی اسماء، اونا که در اسمای خدا کج میرن. کج میرن چجوری کج میرن؟ یا غیر خدا رو پلو خدا میذارن، یا اسم خدا رو رو کسی دیگه میذارن.
نمیشه اسم خدا رو کسی گذاشت، نمیشه کسی رو بغل اسم خدا گذاشت. اونها که در اسماء الهی، در صفات الهی، ما وقتی متوسل میشیم نمیگیم یا ابوالفضل تو شفا بده، شفا کار خداست. و از امر صفه و یشفین میگیم یا ابوالفضل تو از خدا دعا کن. تو پلو خدا آبرو داری، شهید هستی، شهیدام زنده هستن، پلو خدا آبرو داری، از خدا بخوا بچه من شفا بده کنه. نباید کار الهی رو از غیر خدا، از غیر خدا بخوام. ولی میتونیم اولیاء خدا رو دل خون خدا واسطه قرار بدیم. مثل بچه‌های یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا، گفتن یا موسی ادع لنا، ای موسی برام دعا کن، یا ابانا استغفر لنا. ما متوسل میشیم با اولیاء خدا. امام رضا فرمود اسماء خدا ما هستیم، وقتی میخواست را خدا برید از طریق ما، یعنی خدا را به ما قسم بدی. فتلق آدم و من ربهی کلمات، حضرت آدم وقتی گندم را خورد و دید نباد بخوره بد کرد، از خداوند یه اسمایی رو گرفت، با او اسما رو سنی و شیعه گفتن، اسمانی که الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. در تفسیرهای اهل سنت هم این آمده که حضرت آدم خدا را به محمد و آل محمد قسم داد. خب خدای تو رو به حق محمد و آل محمد، تو رو به حق اسماء الهی، نامهای تو، صفات تو، اولیاء تو، هرچی هست به حق اسماء حسنای تو، همه ما را از همه رقم انحراف ها برای همیشه حفظ کن. همه منحرفین را به سلیح هدایتشون فراهم کن. از آیه 380 سوره اعراف هم بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.